صبحتان بخیر. به برنامه آغاز روز از آریانا نیوز با من وایس رجیا خوش آمدید. ما هم به نوبه خود عید سعید فطر را به تمام شما عزیزان، به خصوص به تمام هموطنان عزیزم که چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار دارن، برشان تبریک تهنیت عرض می دارم. امیدوار هستم که یک عید خوب و خوش را در کنار خانواده های محترم و فامیل های عزیزشان به خوبی خوش آغاز کرده و سه روز عید را به خوبی خوش سپری بکنن و همچنان تمام روزشان مثل عید سپری شود. پیام عیدی طالبان به ادامه جنگ. رهبر طالبان تا رسیدن به هدف به جنگ را توافق نمی دهیم. برای بحث بیشتر در این مورد آقای نقب الله مشفق، فعال سیاسی، در استودیو با ما هستند. سلام آقای مشفق، به شما صبحتان بخیر، خوش آمد به برنامه. سلام شما. در نخست هم عید سعید فطر را برتان تبریک میگم. امیدوار هستم که یک عید خوب خوش را آغازگر بوده باشین. سلام بر شما، عرض درود و همچنان اجازه بدهید تا که من پیام صمیمانه‌ترین پیام خود را به مناسبت فرارسیدن ایام خجسته عید خدمت شما، حضور کافه ملت مسلمان افغانستان و همچنان ویژه نیروهای امنیتی و فامیل های شهدایی که در این حوادث اخیر جانهای خود را دست دادن عرض بدارم. امید می‌بندم تا ایام خوبی را در روزهای عید داشته باشیم. انشالله که من امیدوار هستم که سه روز عید بدون کدام انتحار و انفجار به خوبی خوشی تمام هموطنان عزیز ما و خوبی خوشی از روزهای عید لذت ببرن و روزهای عید را به خوبی خوشی بدون کدام حادثه، بدون کدام واقعه سپری بکنن. خیلی خوش آمدید آقای مشفق. میشه که در نخست بگین چرا، چه فکر میکنید که چرا طالبان در پیام عیدیشان به ادامه جنگ در افغانستان تاکید کردن؟ خوب، سوال خوبی هستن. شما خود مستظر هستین که تلاش های ایالات متحده امریکا به رهبری آقای خلیل‌زاد به خاطر صلح پروسی، صلح سازی در افغانستان یا مصالحه با گروه طالبان جریان دارد. در دور ششم این مذاکرات انتظاری که ایالات متحده امریکا داشت و همچنان حکومت و مردم افغانستان که باید پروسی صلح در یک مرحله و یک جایگاه حساس قرار بگیره، متاسفانه قرار نگرفت و این نارضایتی و ناخشنودی نه تنها شامل حال ایالات متحده میشد بلکه شامل حال گروه طالبان میشد. شما وقتی که اعلامیه دور ششم به دقت متوجه شوین که در اونجا چیز جدیدی نیست، یعنی نو روز مذاکره پی هم اما فاقد یک دستاوردی حداقل ابتدایی. برای طالبان این پیام داد که ایالات متحده بر خواسته های بلند پروازانه کنها دارد تمکین نمی کنه. و یک مورد، مورد دوم دیگه، وقتی که این دور مذاکرات به نحوی به نتیجه ملموسی پایان نمی آوه، خانم ویلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا وارد افغانستان میشه، مبحث انتخابات جدی میگیره. شما خود میدانید بحث انتخابات در افغانستان و همزمانی این مرحله با پروسه صلح در واقع یک نوع فشار است. به این دلیل است که طالبا وقتی که دید که پروسه صلح امریکایی آنچنانه که ما میخواستیم جدی نگرفتن، بحث انتخابات در واقع بالاش تاکید دارن، به او خاطر تلاش کردن که بیشتر ادامه تاکیدشان جنگ در افغانستان صحبت بکنید. دقیقا ما میخواییم این مورد چی کنیم و به اینمی دلیل است که طالبا کوشش کردن که از لحاظ نظامی به نحو مانور بیشتر نشان بده تا هم با تبلیغاتی که از این حملات تروریستی و حملات جبهه‌ای که میخواه انعکاس بده، از تبلیغات از این استفاده کنه بالای افکار عمومی و در داخل افغانستان افکار عمومی به نحوی بسیج شود که گویا دولت افغانستان به خصوص حکومت کارایی آنچنانی خود را به خاطر تامین امنیت شهروندان دست داده، یک نوع فشار عمومی است که حکومت ها و دولت ها نمیخواهند با چنین فشار عمومی دچار شوند. و در سطح بین الملل وقتی که حملات تروریستی، شما خود میدانید که طالبا همه خطوط انسانی را در واقع در نظر نگرفته، عموم معیارهای اسلامی را در نظر نگرفته، حتی با ملکی ها در اواخر حمله کردند و انعکاس این حملات در سطح میدیای بین المللی هم نوع فشار به ایالات متحده، نوع فشار به اذهان عامه است که بالای حکومت ایالات متحده و خصوصا آقای ترامپ وارد میکنه که شما وعده ختم جنگ داده بدین اما مذاکراتتان که به اساس
زمان بندی که شش ماه بر از او تقسیم بندی شده بود که باید نتیجه بده، نتیجه نداده، طالبان از دست بالا دارد. پس به اساس این عناصر و فاکتورهایی که زی دخل هستن، طالبان کوشش کردن که در این اواخر عملات خود شدت ببخشن تا امتیاز بگیرن. یک مورد. مورد دوم دیگه بحث تکنیکی مذاکرات است. در تمام مذاکرات که در پایان یک بحران هم بالاخره منجر میشه، اما ما باید پیش از پیش گفته باشیم و ده ها رسانه دیگه هم شریک ساختیم که مذاکرات با طالبان منجر به صلح نمیشه، اما منجر به کاهش بحران در افغانستان میشه. این که با کاهش بحران هم در افغانستان میشه برای ما یک دستاورد است، ملتی که حداقل 40 سال در بحران هستیم. مذاکرات به صورت کل، تاریخچه مذاکرات و حتی تجارب دو کشوری که در اواخر دست به مصالحه دراز کردن و نتیجه داد، مانند سریلانکا و کولومبیا، زمانی مفید واقع میشه و زمانی یک تیم یا یک گروه یا یک طرف مذاکره امتیازی بیشتر میگیره که توانایی مانور را در میدان معاربه یا میدان جنگ داشته باشه. ما با تاسف که نتونستیم میدان مانوره یا میدان معاربه را به نفع خود و به نفع مردم افغانستان شکل بدیم. طالبان خودشان نیست که افغان هستند. در یک ماه مبارک رمضان ما هر روز شاهد انتحار و انفجار بودیم و بسیار به تعداد زیادی از هموطنهای عزیزمان را در ماه مبارک رمضان از دست دادیم. چه فکر میکنین آیا واقعا خون افغان ها به طالبان، خون مردم افغانستان به طالبان ارزش ندارن که طالبان هنوز هم به ادامه جنگ تاکید دارن؟ خب قضاوت در مورد یک گروه و یک شخص مبتنی است بر عملکرد اون گروه و اون شخص. وقتی که شما خود میبینین و که طالبا در ایام رمضان مردمی که روزه به دهن دارن اونها را شهید میسازه، بالای ملکی ها رحم نمیکنه، مکاتب میسازانه، بالای مساجد حمله میکنه، عالمان دینه که در واقع اونها دین تبلیغ میکنه اونها را به شهادت میرسانه، محصلینی که در مسیر رفتن به پوهنتون ها و دانشگاه ها هستند اونها را به شهادت میرسانه. پس شما کدام عمل کردین ها را به اساس کدام معیار میخواین در واقع ارزیابی کنین؟ به صورت کل طالب ها اهدافی و عمل کردی را که در اواخر در پیش گرفته مغایر با تمام استانداردهای انسانی و اسلامی است. در هیچ گوشه از جهان هیچ گروه تروریستی، هیچ گروهی در واقع جدایی طلب که در مقابل یک دولت می جنگه دست به خشونت نمی زنه که جنایت جنگی طلبی شد. طالبان بیشتر از اسلام گپ می زنن. آیا از نظر شما در دین مبین اسلام این همه خشونت آمده که طالبان دست می زنن؟ خب اگر طالبا این مورد خدا، این بحث خدا می خواهد سبقه اسلامی بتا، بر ما باید ثابت بسازه که در کجای در دین مبین اسلام آمده که در مسجد برن انتحار انفجار بکنن؟ همین بحث ما میخواییم بگویم. در کجای دین گفته که شما برین در مسجد انفجار بتین، شما برین عالمان دین به شهادت برسانین؟ اصلا این بحث اسلامی وجود نداره. اونها در واقع از نام دین اسلام بیشتر هم استفاده سو میکنن. بیشتر بحث ما اسلامی نشه، اما ما موارد تکنیکی و بود سیاسی شو باید موارد ارزیابی قرار بدیم. پس دیده میشه که طالبا به اساس یک ایدئولوژی نمی جنگه، طالبا به اساس یک منافع کشور خاص می جنگه. وقتی که طالبا، یعنی هدف اصلی طالبان منافع یک کشور خاص از افغانستان باید می جنگ یا تاکید دارن؟ دقیقا. وقتی که مجموع خواسته های طالبا را مورد ارزیابی قرار بتین، برمیگرده با خواسته های استراتژیک پاکستان و خصوصا آیسای که در قبال افغانستان اونا چی یک روی کرده میخواین در آینده داشته باشن. اگر افغانستان ضعیف خواست پاکستان است، اگر افغانستان منزوی خواست پاکستان است که طالبا او را میخواهد به اون نایل شود، اگر افغانستان محتاج، اگر افغانستانی که باید سیاست خارجیش در کابل توسط پاکستان و اسلام آباد تیار شود، عیار شود، او خواستای پاکستان و ایسای است. این که طالبا، شما ببینید که ما میخواهیم ثابت بسازیم که واقعا به اساس خواست پاکستان اینا میجنگن نمیجنگن. چرا طالبا با تمام کشورها آماده است که مذاکره کنه، در میز مذاکره بشینه؟ حتی اگر ما مبالغه نکنیم، اسرائیل هم اگر از اینا تقاضا کنه که بیاین در خصوص صلح افغانستان ما با شما نشست داریم، اینا میشینه. با ایران با لحاظ ایدئولوژیک طالبا یک مخالفت بسیار جدی داره، شما خود میدونید بحث سوی آقای مشبه خواست، اما با دولت افغانستان نمیشینه. به خاطر که طالبا
و استراتژیست هایی که مذاکره طالبا را تنظیم میکنه اونها میفهمن که با نشستن با میز مذاکره با دولت مشروع افغانستان و نمایندگان دولت افغانستان و حکومت افغانستان، افغانستان در واقع از لحاظ اما مشروعیت سیاسی میان کسانی که تا اکنون اونا در میان مردم خود و در میان جنگنده های خود، کسانی که جنگجو هستند بر طالبا مانند یزوم برشان می جنگ و اهمیتی برشان نداره، بر از اونا دلیل نمی داشته باشه شما در مقابل حکومتی که می گفتین دست نشانده است چرا با میز مذاکره شنین. یک بحث تکنیکیش، بحث سیاسیش وقتی که با دولت ها نمیشینن، وقتی که با حکومت ها نمیشینن، بحث یه مصفرسازی پروسه است که دوباره ما تاریخ باید تکرار کنیم و باز یک حکومتی از آغاز شروع کنیم و عین تجربه رو ما در زمان نجیب تکرار کردیم که نتیجه نداد، بر ما بحران آورد. پس میخواین که دوری تاریک طالبان باید تکرار کنه و با این علت هست که با دولت افغانستان نمیشینه و این نشستن با دولت افغانستان صفر شدن در همه چیز در کابل از خواسته های ویژه پاکستان و اسرائیل است. فکر میکنید بیشتر طالبان زیادتر با کدام کشورها و کدام کشورهای منطقه‌ای رابطه خوب دارن و بیشتر کدام کشورها از طالبان در این زمینه حمایت میکنند؟ خب این بس یک کمی باید گذشتیش هم ذکر کنیم که جواب قانع کننده برتان ارائه شود. قسم که شما پیشتر هم اشاره کردین و گفتین در رابطه با حمایت طالبان پاکستان نقش عمده بازی میکنه. مورد خوبی را اشاره کردین. تا 2014 ایالات متحده اگر شما خود متوجه باشین تمایل چندانی نداشت که باید بحث صلح افغانستان جدی گرفته شود و با طالبان با مون روی کردی که نیاز بود عمل نمیکرد، به عنوان گروه تروریستی مورد سرزنش قرار میداد، حملات بالایشان انسجام بخشیده بود. اما در 2014 زمانی که بعض داعش جدی میشه، کشورهای منطقه مانند ایران، روسیه، چین به خاطر اینکه یک دیوار محافظتی از طالبان ایجاد کرده باشه، طالبان حمایت از طالبان از یک بودی به چند بودی تبدیل میشه. یعنی بعد از 2014 ما شاهد ازی هستیم که حمایت از پاکستان تنها بر طالبان منحصر نیست دیگه. یعنی امروز طالبان حمایت روسیه را داره، حمایت ایران را داره، حمایت چین را داره و حمایت های پوت پنهانی که اما در واقع مثلث ترور مانند عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی همچنان پابرجاست. یعنی به صورت کل حمایت طالبان از طالبان که کدام کشورها به خصوص حمایت میکنن، پاکستان هنوز با جایگاه 85% خود هنوز باقی است. بیشتر از سوی کدام کشور تجهیز و تمویل میشوند؟ ما این فکر میکنم این بحث بسیار واضح و آشکار است که حمایت ایدئولوژیک، حمایتی که بر از اونا در واقع حمایت مستشاری در جنگ برشان داده میشه بیشتر پاکستان است. اما در این اواخر طالبا و این رسانه‌ای هم شد بحثی است که ما این را به صورت جدید مطرح نمی کنیم که بسیار سلاح های پیشرفتی که حتی در شب دید دارد به دسترسش هم قرار گرفته و دوربین های شبینی که از او میتونن در حملات شبانه استفاده کنن و به همین دلیل است که آیا تجهیزات تنها کشور پاکستان در اختیار طالبان قرار گذاشته؟ نه خیلی، و حتی به همین علت است که طالبا در این اواخر اگر شما خود دقت کرده باشین حملات شبانهشان بالای اهداف ضعیف که در واقع پوسته های امنیتی هستند که در مناطق قرار دارد حمله ور میشه. این تجهیزات از طرف روسیه و ایران به دسترس طالبان قرار گرفته و به می خاطر است که در حملات طالبان در بالای پوسته های افغانستان خصوصا از طرف شب بیشتر شده و پس به این نتیجه می رسیم که حمایت طالبان در این اواخر در گذشته تنها پاکستان از طرف پاکستان صورت می گرفت و یک کشورهای دیگه هم می کرد باید از مجرای پاکستان صورت می گرفت، اما اکنون این حمایت چند بودی شده. روسیه، ایران جدا در حمایت از طالبا قرار داره و حتی اونها در بحث در رسانه های ملی و بین‌المللی مدرک کردن که حمایت ما از طالبا در واقع به اساس منافع ما و به اساس سیاست های بزرگ ما که ما به نحوی داعش مهار کرده باشیم قرار داره. اما به صورت کل ما میدانیم که این کشورها نه تنها بحث داعش بزرگ نمایی شده، مشکل داعش یا همو تهدید داعش به او اندازه بزرگ نیست که اینا از یک گروه تروریستی دیگه در مقابل یک دولت مشروع که روابط دیپلماتیک برشان داریم به اساس حقوق بین الملل حمایت کنن. بیشتر فکر میکنم همون زد و بندها و
نوی رقابت هایی است که با ایالات متحده داره و خصوصا بحران برجام فوق العاده در این بحث نقش داره. آقای مشبق، قسم کشور پیشتر اشاره کردین، گفتین بیشتر گروه طالبان از طرف کشور روسیه و همچنان ایران تشدید و تنویل می شوند و بیشتر این تجهیزات هم این دو کشور در اختیار طالبان قرار می ده. همچنان در این اواخر ما شاهد نشست هایی هستیم که روسیه یک نشست بین الافغانی را برگزار می کنه. پس دخیل بودن کشور روسیه در پروسه صلح افغانستان به چه معناست که بیشتر تمام از هر لحاظ گروه طالبان را تجهیز و تمویل می کنند؟ شما وقتی که در مباحث بزرگی که مربوط به گروه های تروریستی است می پردازین، گروه های تروریستی از یک ناحیه فوق العاده رنج می برند. اون در واقع عدم مشروعیتشان است که اونا در میدان جنگ یا در میدان محاربه به هر اندازه که دستاورد داشته باشه، زمانی که اونا از مشروعیتی بین المللی برخوردار نباشه، در واقع ضرب صفر است. طالبا با هماهنگی و انسجامی که و کردونستونی که با روسها به خاطر مهار داعش گویا شکل دادن، و او سیاست های بزرگ می فهمیم که بحث مهار داعش نیست، بحث رقابت های بزرگی است که ایالات متحده با روسیه و ایران داره، در تلاش کردن که در واقع مشروعیت بین المللی بر خود کسب کنن. به اساس اون مشروعیت بین المللی و روسها رقابت جدی که با ایالات متحده داره، به خاطر اینکه روسیه 2009 و 2014 نیست، روسیه مدرن است که در سیاست های بزرگ میخواهد در تقابل با ایالات متحده قرار بگیره، تلاش کرد که در پروسه صلح افغانستان دخیل شود. و اولین چه فکر میکنید در این پروسه چقدر واقعا روسها در پروسه صلح افغانستان صادق هستند، در حالی که بیشتر از گروه طالبان حمایت میکنند و همچنان گروه طالبان را تمویل و تجهیز میکنند؟ روسها یک هدف استراتژیک بر خود تعیین کردند. او هدف استراتژیکشان این است که باید ایالات متحده منطقه را ترک کنند. و شما خود میدونین که ما در بحث های گذشته مطرح کردیم که ترک کردن ایالات متحده منطقه را چی نفع به روسیه داره؟ روسیه به دراز مدت ایالات متحده را به عنوان یک تهدیدی بالقوه در منطقه میدانه. شما وقتی که لحاظ جغرافیایی دقت کرده باشین، ایالات متحده در منطقه به استثنای کره جنوبی پایگاهی نداره که بتونه روسیه را کنترل کنه، بتونه چین را کنترل کنه، بتونه ایران را کنترل کنه. با اساس حضور همیشگی که 160 پایگاه در 100 کشور جهان ایالات متحده داره، و شما در ایالات متحده یک ضرب المثل در بین سیاسون و نظامیانش بسیار مطرح و زبان زده همه هستند که وقتی که ایالات متحده در یک کشور رفته، بنابر هر دلیلی که بوده، تا بعد از جنگ دوم جهانی، مانند انگلستان، مانند ژاپن، مانند جرمنی، مانند عربستان سعودی، قطر، اینو پس دوباره برنگشتن، حتما پایگاهشان در اونجا قرار گرفته. و با اساس دکترین و استراتژی هایی که بزرگ ایالات متحده داره که باید در مجموع در جهان قرار داشته باشه، با او اساس ایالات متحده منطقه را ترک نمی کنه، ولو که بحث مذاکره در 6 ماه یا 1 سال آینده نتیجه هم بده. همین مذاکرات هم که به بنبست خورده، به نحوی تقاضای ایالات متحده برای قبولاندن بعضی تیم های استخباراتی ایالات متحده در منطقه است که مورد قبول طالبان است. اما ما بحث بیشتر باید تکمیل کنیم که روزها از این ناحیه فوق العاده در حراس هستند، و به خاطر این که وقتی که خود روسیه پایگاه در کنار ایالات متحده در امریکای شمالی نداره، حتی بحث ونزوئلا رو میبینید که چقدر بحرانش مغلق و پیچیده شده، و یکی از حامیانی همتراز و همفکر با روسیه است و میخواین حکومت جدید و همفکر با ایالات متحده شکل بگیره. پس به این دلیل است که یک بحث دوم دیگه که روزها بسیار از اون ناحیه آسیب پذیر هستند، بحث داعش است. روزها به این عقیده هستند و به این فکر هستند که داعش یک پروژه ساختگی ایالات متحده است که در خاورمیانه نتیجه نداد، اونا را آورده در افغانستان، که از طریق کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان داخل قلمرو و داخل ساحه نفوذ روسیه شود. و این کشورهایی که آسیای میانه را که به شما نام بردم، این کشورها نیز از این ناحیه آسیب پذیر است، به خاطر که اما پتانسیل منفی یا اما در واقع شرایطی به دو کشورها هنوز وجود داره که گروه داعش میتونه سربازگیری کنه، و همو گروه هایی که حتی گروه های تروریستی از این کشورها در جنگ افغانستان در کنار طالبان می جنگه. پس دو هدف بزرگ تعیین کرده. هدف اولش که باید طالبان را به نحوی
شکل مفکوره داده شود که به هیچ عنوان حضوری حتی کوچک ایالات متحده را در منطقه قبول نکنه وقتی که مذاکرات در مرحله پیشتر میره. و گذشته از او توسط طالبان داعش در شمال افغانستان مهار کنه که بحث داعش در گذشته هم گفتیم که داعش بیشتر بزرگ نمایی شده تا امون روابط خود روزها و ایرانی ها با طالبا در واقع مشروعیت بیافرینه و بر از او یک در واقع یک چتر کاذب خلق کنه و موردی در واقع محکومیت سازمان ملل و کشورها و خصوصا حکومت افغانستان قرار نگیره. وقتی که بر از اونا بگیم که شما با گروه تروریستی چرا روابط برقرار کردین، اونا میگه به اساس منافع ملی ما که ما توسط اینا بتونیم طالبا را مهار کنیم و در طالبا در سرحدات جنوبی ما در واقع نفوذ نکنه. پس به صورت کل روس‌ها بحث اولشان باید نیروهای امریکایی منطقه را ترک کنه و بحث دومشان و متوجه باشین که یک بحث ما فراموش نکنیم که بعضی که یک هماهنگی یا ائتلاف نانوشته که در منطقه شکل گرفته به خاطر خروج ایالات متحده تنها روسیه نیست. چین در این بحث کاملا شریک است، کشورهای آسیای میانه کاملا شریک است، پاکستان شریک است و ایران. تنها کشوری که در منطقه از حضور ایالات متحده حمایت میکنه هندوستان است. پس به صورت کل تلاش این کشورها، شما میبینید که ایران هم از طالبان میزبانی میکنه و هر وقتی که روس ها و ایرانی ها و پاکستانی ها به نحوی با طالبان در میان مذاکرات ایالات متحده یک نشست شکل داده، باعث پیچیده شدن و مغلق شدن مذاکرات شدن. و اصول اساسی که در مذاکرات است به هر اندازه که بازیگران در یک بحث بیشتر شود به مو اندازه، یعنی نشست هایی که نشست های بین الافغانی که کشورهای دیگه در رابطه با صلح افغانستان برگزار میکنن، به جای که روند صلح افغانستان رو حل بکنه بلکه این روند رو پیچیده تر میسازه. قسمی شما اشاره میکنید. دقیقاً اصول در مذاکرات این است که به هر اندازه که بازیگران در یک موضوع یا یک منازعه کم باشه، یعنی از نظر این کشورهایی که در روند صلح افغانستان داخل هستن آیا به یک نظر واحد نیستن؟ نه خیلی، این بحث مشکل نمیجاست. ما وقتی که در موضوع صلح افغانستان اجتماع داخلی را برش به بحران مواجه هستیم، هنوز به دست نآوردیم، بلکه در داخل افغانستان نه تنها میان سیاسیون و حکومت اجتماع وجود نداره، بلکه در داخل حکومت بین تیم اجرایی و تیم ارک هم اجتماع وجود نداره. در منطقه هم عین مورد است. من مورد پیشتر رو براتون اشاره کردم که وقتی که روسیه تلاش میکنه که بحث صلح افغانستان بر باقی برش سنگ اندازی کنه، پاکستان همچنان این بحث مطرح میکنه که باید امریکایی‌ها منطقه را ترک کنن به خاطر که بدار رزمدت اینا به عنوان یک تهدید. آقای مشفق، در آخر میشه که بسیار کوتاه اگر اشاره بکنین، حالا چرا طالبان به خواست مردم افغانستان که ختم جنگ در افغانستان میباشه پاسخ مثبت نمیدهد؟ فکر میکنه جنگ طالبان بیشتر در برابر کی هاست؟ خب طالبان به صورت کل یک توهم استراتژیک دارن. او توهم استراتژیک شون نیست که ما گویا امریکا را به شکست مواجه کردیم که بعد از 18 سال با ما در مذاکره به پای میز مذاکره آمد، در حالی که این یک توهم است. به خاطر اینکه ایالات متحده با طالبا در میز مذاکره شامل شد که به اساس دکترینی آقای ترامپ که اونا ختم جنگ و بحث های اقتصادی را بیشتر مطرح میکنه، هر حکومتی که در ایالات متحده تغییر بکنه طالب ها را باز به این اندازه روی نخواهند داد. یک مورد. مورد دوم دیگه که چرا بر پیام صلح افغانستان اونا لبیک نمیگویند، بس این است که یک گروه مستقل نیست، یک گروهی که در واقع به نام افغان هستند اما پالیسی و استراتژی مذاکرهشان و پالیسی و استراتژی جنگشان در میدان معارضه توسط یک کشوری که با ما دشمنی تاریخی داره شکل داده شده و مطرح میشه، بنان ما باید توقع آنچنانی نداشته باشیم. حالی رای حل چیست؟ رای حل این است که اول بحث مذاکرات باید جدی گرفته شود. اگر ما در مذاکرات واقعا طالبا و خب این بحث مذاکرات از سوی کی ها باید جدی گرفته شود؟ هم از طرف ایالات متحده، هم از طرف کشورهای همسایه و هم از طرف افغانستان. اگر پاکستان ما به این نتیجه برسیم که واقعا همکاری میکنه، تا زمانی که همکاری صادقانه پاکستان مطرح نباشه ما تقاضای صلح باید نداشته باشیم. این بحث باید مطرح شود. و دوم دیگه مورد منطقیش است که برای تقاضاهای و نگرانی کشورهای منطقه اگر ایالات متحده به نوعی پاسخ داده شود همکاری منطقه‌ای را ما جلب میکنیم. و در داخل افغانستان ما باید یک اجماع را شکل بدیم که متاسفانه شکل نداده.
ببینیم که اگر مسئله صلح واقعا نتیجه میته خب باید پیش بریم. یک بحث هم یک اجماع داخل افغانستان شکل نگرفته. همین بحث هم تکمیل میکنم. و دوم دیگه وقتی که ببینیم واقعا این بحث صلح نتیجه نمیته، ما باید مشکل طالب ها را بر فرهنگ سیاسی خود تبدیل کنیم، شامل قاموس سیاسی خود بسازیم، مبارزه ملی را در مقابل شکل بدیم، جنگ بومی بسازیم. باور شما داشته باشین که در 6 ماه مطالبه میتونیم از بین ببریم. طالب که امروز طالب شده در واقع اما محصول سیاست هایی است که حکومت کرزی و بعضا حکومت وحدت ملی در قبال این طالب ها داشته. در غیر از اون ما میتونیم سیاست طالب شما از این مبارزه ملی چی است کم بیشتر وضاحت بدین؟ خب بحث مذاکره دفاعی ملی یا در واقع اما مبارزه ملی این است که ما در داخل افغانستان باید از دشمن یک تعریف کلی خلق. وقتی که از دشمن یک تعریف کلی، آیا تا امروز در افغانستان از دشمن یک تعریف کلی خلق نکردیم؟ متاسفانه ما فاقد یک تعریف کلی هستیم. فکر میکنید علت چی است؟ وقتی که شما آقای کرزی میبینید برادر میخوانه، کسی دیگه در واقع مخالف سیاسی میخوانه و کسانی که در یک گوشه افغانستان طالب وقتی که در میدان جنگ در مقابلش به شکلی مبارزه میکنه که طالب عین عمل با نیروهای امنیتی میکنه، اما در یک گوشه افغانستان طالب گرفته میشه دوباره رها میشه، شما میبینید که پس تعریفی مشخص از طالب وجود نداره. بیشتر روی کارت‌های ما روی کارت‌هایی است که طالب کجایی است و از کجاست و چگونه است و عین عملکرد طالب‌ها هم در مقابل نیروهای امنیتی انجام می‌دهد. این بحث یک جا. بحثی که ما گفتیم باید ما به او بپردازیم، کشورهای دیگه چی کردن که بالاخره در مقابل یک گروه تروریستی بسیار کوتاه اگر خلاصه بکنیم وقت برنامه هم ختم شده، اونا فائق آمدن، اونها همین مشکل تبدیل به یک مشکل ملی کردن، در داخل یک حکومت فراگیر با پایه های وسیع شکل دادن که همه خود را شامل شریک بر قدرت و ثروت دانستند و در مقابل از او مبارزه کردن، جنگ بومی ساختن. در داخل افغانستان میتونیم ما با این فرمول به بسیار خوب طالب زمینگیر کنیم و در یه آخر خوشبختانه وزارت دفاع ملی به رهبری اسدالله خالد به چنین عمل کرده که در مقابل طالب عمل کردی را که انجام میده که خود طالب انجام میده. شما در یه آخر دیدین که نیروهای امنیتی در 10 روز 500 تن طالب در واقع از بین بردن و این خود یک دستاورد. تشکر. تشکر آقای نقب الله مشفق فعال سیاسی از حضورتان به برنامه. دوباره باز هم باید می برنامه خوش آمدید. یک بار دیگر ایده سعید فطر را بر تمام شما عزیزان تبریک تهنیت عرض می دارم. افزایش بهای دلار به گونه روزافزون افزایش یافته است. برای بحث بیشتر در این مورد آقای حکم الله صدیقی آگاه امور اقتصادی در استودیو با ما هستند. سلام آقای صدیقی، به شما خوش آمد به برنامه. در نخستم عیدتان مبارک. سلام خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی شما، ایده به شما و تمام همکاران و بینندگان تلویزیون آرینا نیوز تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر، زنده باشین. امیدوار هستم که یک عید خوب و خوش را آغازگر بوده و تا سه روزی که عید به پایان میرسه با خوبی خوش عید را سپری بکنین. تشکر، ان شاء الله. میشه که در نخست بگین فکر میکنید علت چی است که در این اواخر دلار به افزایش دلار بسیار بالا رفته؟ خدمت شما عرض کنم در قیمت بهای دلار و به ارزش شدن پول افغانی یکی از عواملش سیاست های داخلی و خارجی میباشد. عباد اگر از ما شما بریم به طرف سیاست های خارجی، شما ببینید که بیشتر تحریم هایی که بالای همسایه ما میشه و تاثیرات بیشتر را بالای افغانی و بالای کالاهای افغانستان بیشتر تاثیرات را متحمل میشه، چون ما یک کشور هستیم، کشور وارداتی هستیم بیشتر و صادرات ما کمتر است نسبت به واردات ما و بیشتر ما متکی به ایستیم که به تمیل کننده های خارجی هستیم که کشورهایی که بالایش تحریم شده پاکستان است و ترکیه است و سایر کشورهایی که هستند، اونا تلاش دارن که دلار به هر قیمت که شوه اونا را خریداری کنن و ذخیره کنن و به طور قاچاق به مملکتشون و امو بانکایی که دارن او را جابجا و نگهداری کنن. در پالی از او بیشتر که مشکلات که هست، ما یک سیاست پولی درسته که ما باید داشته باشیم بتانیم که پول خود ارزشش در مقابل آثار خارجی نگهداری کنیم نداریم. آستا تولیدات کشور ما نشان میده تا فعلا هم که پول افغانی
کمیتو مرزش خود که نگه داشته. این دلایلی است که ما اساسا توانستیم که از کم و بیش به کشور صادراتی مبدل شویم و بتانیم که اساسا پول ما ارزش پیدا کنه و بیشتر روابط ما با کشورهای راههای بدیلی که به خاطر واردات صادرات کالاهای ما مهیا شده از این استفاده کنیم. که دلایل مختلف دیگری هم وجود داره که پول افغانی بی‌ارزش شده. مثلا دلایل چی میتونه باشه؟ کشمکش های داخلی، انتخابات هم که ما شما میبینیم، انتخابات پارلمانی غزنی و انتخابات ریاست جمهوری ما شما پشروی داریم که همه تلاش دارن که تا پول دلار آثاری همیشه نگهداری کنن و بیشتر هموطنان ما تلاش دارن و جنگ های 30 سال گذشته برازیا نشان داده که اگر ما پول افغانی خود نگهداری کنیم و اساسا پول به ارزش شوه و نتونن امو فراورده ها و نیازمندی های خود اینا مرفوع بسازن با این پول و در پالی از او مشکلات دیگری که وجود داره به ارزش شدن و حتی پول افغانی را در سایر کشورهایی که ما میبینیم تبادله نمیکنن. مشکلات از این وجود داره که مشکلات تبادله آثار افغانی وجود داره که اگر اینا را انتقال بتن خدای ناخواسته کدام گپ شوه. خب در کل کشمکش های داخلی ما بیشتر تاثیرات را بالای آثار خارجی داره که امیدوار هستم که اساسای مشکلات مرفوع شوه تا ما بتوانیم امی ولیو یا ارزش های پولی خود ما نگهداری کنیم. در پالی از او صادرات ماست که ما ایره بیشتر ما توسعه بدیم. صادرات کالاهای افغانستان است بیشتر تلاش داره حکومت که بتانه از کشورهای وارداتی ما بتانیم به کشور صادراتی ما بدل شیم. بالا رفتن باهای دلار آیا میتونه که ضرر به صادرات یا واردات کشور ما داشته باشه؟ اجناس کشور ما داشته باشه؟ دقیقا بیشتر ما خدمت شما عرض کردم که متکی به واردات هستیم. تمام کالای ما به دلار خریداری میشه و آثاری است. زمانی که تاجر ما کالا را وارد میکنه مجبور است به قیمت های بلند به هموطنان ما و فروش برسانه که بسیار تاثیرات داره. اگر ما بتانیم امی ارزش پولی خود حفظ کنیم و اساسا دی افغانستان بانک از کشورهایی که متحد هستند اونا کمک بخواهند تا به خاطر حفظ امو ارزش های پولی افغانی ما را همکاری کنه، خصوصا بانک جهانی، بانک آسیایی که اونا بیشتر همیشه همکاری کردن با افغانستان و کشورهای متحده که هستن با افغانستان میخوان که سطح اقتصاد افغانستان بلند بره و همچنان افغانستان از کشور وارداتی بیشتر به کشور صادراتی مبدل شود. شما دیدین که ما بیشتر خانما را دیدین که مصروف زراعت توت زمینی هستند که بیشتر اساسا فرصت‌های شغلی را به خانما ایجاد میکنه که اینا نقش عمده را دارن. اگر اینا بیشتر بالاش کار شوه ای هم تاثیرات خود بالای بهای آثار خارجی داره. ما بتانیم بازار خوبی داشته باشیم به کالای خود در کشورهای مختلف که ما بتانیم میوجات زودرس خود به فروش برسانیم و از میوجات زودرس هموطنان ما مستفید شوه، از میوجات وارداتی حکومت جلوگیری کنه و ما کالاهای افغانستان همیشه ارزش برش قائل شویم و برش ارزش بدیم، هموطنان ما از کالاهای وطنی خود استفاده کنند. این بهترین هم سرمایه‌گذار ما تشویق میشه، هم تاثیرات بالای آثار خارجی دارن. وقتی که ما از کالای خود استفاده کنیم بیشتر آستاسا کشورهایی که هستن اونا میبینن که مردم افغانستان عالی توانایی رو دارن، بیشتر ارزش به کالای خود قائل هستن، هم پول خود ارزش میتن و هم کالاهای خود. وقتی که پول ما ارزش پیدا کرد، کالاهای ما ارزش پیدا کرد و که ما بتانیم متکی شویم، اساسا پول ما با ارزشتر در مقابل آثار خارجی میشه که این یک فرصت خوب است که ما از این فرصت ها استفاده کنیم و انتخابات ریاست جمهوری که پیشروی داریم بیشتر همه تلاش دارن از این آرام هستن مردم ما که نامنی ها بیشتر میشه و اینا نخواهد تا به
پای صندوقهای رای دهی هم برن. حتی بعد از این شما شاید از این بودین چند روز پیش که بیشتر چندین انفجار در شهر کابل رخ داد، بیشتر هم وطنان ما مجروح شدن، زخمی شدن، شهید شدن، که این خودش سبب از این شده که تاثیرات بیشتر بالای آثار خارجی بگذاره، که آثار خارجی بازشتر نسبت به پول افغانی شود. که آرزومند هستم که ما بتانیم همه متحد شویم و با هم همکار باشیم تا بتانیم اقتصاد وطن خود رقم بزنیم و پول خود بارزشتر بسازیم، کالاهای خود بارزشتر بسازیم در سطح آسیا و اروپا، و کمپانی هایی که هستن اونا در بخش بسته‌بندی و کمپانی های تولیدی که هستن ما کمپانی های جوسی وطنی داشته باشیم که ما بتانیم تولیدات خوبتر داشته باشیم و به کشورهای خارجی بیشتر ما صادر کنیم تا واید خوبتر و بهترتر برای ما بیان. شما شاید کالاهای صادراتی افغانستان بودین که به هندوستان رفت و ترکیه رفت که یک دستاورد بسیار خوب است. اگر ما دست به دست هم بتیم، اگر سیاسون ما همه چیز هر چیز که میکنن و بین خودشان ساساسا وقتی که در نظام بودن اونا با هم پس جرامت میکنن، و اگر مردم ما متحد شوه تلاش کنن که اینا بتانن کمی کالای خود با ارزش بسازن، اقتصاد افغانستان هم مردمش رقم میزنه. هرگاه ما از کالاهای وطنی خود ما استفاده کردیم، هم پول ما بازشتر میشه و هم کالاهای ما بازشتر میشه، هم کمپانیایی که تولید میکنه و استاندارد میشن تا ما کالاها را به کشورهای آسیایی و خارجی صادر کنیم و از اون منفعت بیشتر به ما برسه و به حکومت فرصتهای شغلی ایجاد شوه، سکتور زراعت ما بیشتر تشویق شوه. اینا همه وابسته به متحد بودن افغان هستن و وابسته به ایست که وقتی ما از وارد کننده و صادر کننده تبدیل شویم، طبعا پول افغانی بازشتر در مقابل آثار خارجی میشه. در حال فعلا در بازارهایی که میبینیم روزمره مشکلات سیاسی کشمکش های داخلی وجود داره، پروسی صلح هم بعضی وقت جنبه های مثبت داره، بحث هایشان، صحبت هایشان، جلسه هایشان بعضیشان جنبه های منفی دارن، گونا هم تاثیرگذار بالای آثار خارجی است. آقای صدیقی، حالا که شما اشاره به تولیدات داخلی داشتین، اگر ما از تولیدات داخلی خود استفاده کنیم، فکر میکنید چقدر میتونیم و به چه تعداد از هموطنان ما و شما از تولیدات داخلی ما استفاده میکنه؟ و اینکه در این اواخر با بالا رفتن قیمت دلار مشکلات زیادی را به اکثریت شهروندان ایجاد کرده، که چون تمام مواد خوراکی، تمام اجناس قیمت شده و اکثریت افراد اشخاصی هستند که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، نمیتونن زیاد برای زیاد مشکل زا بوده، فکر میکنید بالا رفتن بهای دلار چقدر مشکلات را در تمام افغانستان و اوی دکسانی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند ایجاد کرده؟ قسمی که به همه هویداست، بیشتر هموطنان ما شما بیکار هستند و مشکلات دارن، درآمد کمتر دارن و کالاهای مواد اولی ما شما بیشترش وارداتی است، 90% وارداتی است که مشکلات بیشتر را ایجاد کرده، و تاجر ما که وارد میکنم مجبور هستند که او کالاهای وارداتی خود با قیمتی که اونا وارد میکنن و فروش برسانن، و استفاده از کالاهای وطنی ما شما که ما تولیدات ما شما داریم و صادرات از این به کشور دیگه، این تاثیرات مثبت داره، هم درآمد به حکومت، هم به تاجر میشه، هم تولید کننده بیشتر تشویق میشه، هم آستاستا در نرخ نوا تغییرات مثبت به وجود میاد. فکر میکنید علت چی است؟ اکثریت شهروندان هستند که به جای که بیشتر از تولیدات داخلی استفاده بکنن، بیشتر از تولیدات خارجی استفاده میکنن. فکر میکنید شاید تولیدات داخلی قیمت است، آیا تولیدات خارجی ارزان است؟ چون اکثریت ما روی یک روز رفتم دکان، وقتی که سودا میخریدم، بیشتر افراد اشخاص که در دکان آمده بودن قیماق ایرانی را میخریدن. وقتی که ازشون سوال کردم، گفتن که قیماق ایرانی نسبت به قیماق وطنی ما قیمت تر است. آیا شما فکر میکنید علت همی است؟ خب در کل بعضی کالاهای ما که هست قیمت به های قیمت به فروش میرسه، به مانند زعفران است و کالای گند افغانی ما شما وطنی ما شما است که قیمتش بلندتر است، و دیگه سایر کالا و بعضی کالای ما شما که هستن ارزان تر است، مثلا میوه‌جات ما شما که هستن در افغانستان و بسیار بهای کمتر به فروش میرسه. اگر ما فابریکای تولیدی داشته باشیم از این میوه‌جات ما که هستن تولید جز بپردازیم، بهترین فرصت خوب است. و شما که اشاره کردین
بازارهای ایرانی فعلا ایران در صدد عزیز چگونه کالاهای خود به فروش برسه، کمپانی های مختلف فعلا در افغانستان کار میکنه که اونها میخواین در افغانستان دمپینگ به وجود بیاره و دمپینگ که کالاهای را به بسیار بهای کمتر به فروش میرسانه، تمام نواقص از اونها را حکومت هاشان میپردازن که حکومت ما شما بهترین راهش است که از واردات از همچو کالاها جلوگیری کنه و هم وطنان ما زمانی که از قیماق وطنی ما از کالاهای وطنی ما کیفیت قیماق وطنی ما شما نسبت به کیفیتی که کالای وارداتی است بسیار فرق داره، ما و کیفیت بسیار خوبتر و بالاتر تولیدات وطنی ما شما است، خالص است. اونا که از بیشتر مواد گت میکنند که به فروش میرسانند، حتی کمپانی هایی که هستند فعلا کار میکنند و بسیار بهای ناچیز به هموطنان ما کالاهای ایرانی را به فروش میرسانند، چون بالای اونا فشارهای سیاسی بیشتر است، اونا میخواین پول جمع آوری کنند و تمام نواقص تاجر خود حکومت های از اونا تضمین کرده و میپردازند و تاجرای را از اونا متحد هم هستند و تاجرای ما همچنان تلاش دارند که چگونه بتانند کالاهای تولیدی افغانستان که خصوصا کمپانی های تولیدی که اینا جور کردن اینا را وسط بتن تا با همچو حالات مبارزه کنند و از حکومت ما خواهشمند هستیم تا از کالای قاچاقی که به افغانستان میه و همچو کالاهای بیکیفیتی که میه از اونا جلوگیری کنه و جلو از ایرا بگیره تا سبب از این شوه که هم تاجر ما تشویق شوه، هم فرصت های شغلی به مردم ما ایجاد شوه، سکتور زراعت ما وسعت پیدا کنه و تا بتانیم از سکتور وارداتی و صادراتی مبدل شویم و روابط خوبتر و بهترتر با کشورهای همسایه و خارجی که داشتیم بیشترتر داشته باشیم. آقای صدیقی چه فکر میکنید نسبت به سالهای گذشته، فکر میکنید اقتصاد افغانستان چقدر بهتر شده و چقدر توسعه یافته؟ خب وقتی که ما شما میریم به طرف مسائل اقتصادی که میریم، از نگاه سکتور اقتصادی بیشتر بالای اقتصاد کار شده، بالای زیربناها کار شده، شما شاید بندهای بسیار کوچک تولیدی برق هستین که حکومت تلاش کرده که فرصت های زیر محیط کنه تا ما انرژی از وطن خود داشته باشیم. در پالی از او بالای سکتور زراعت ما کمتون کار شده، ما از سابق 0.05% واردات ما داشتیم فعلا به 10% رسیده و حساس ها تلاش دارن که بیشتر شوه، که ای در سکتور اقتصادی کم و بیش کار شده ولی فرصت های شغلی کمتر شده، چون ما در گذشته بیشتر کشورهایی را با خود داشتیم که اونا کمک میکردن به هموطنان ما و اینجوهایی بودن که کار میکردن در سکتورهای مختلف کار میکردن و مردم ما بیشتر مصروف کار بودن در اینجوها و اینجوهای داخلی و خارجی، که فعلا او فرصت هایی که کمک هایی که بوده کمتر شده و بیشتر اینجوها هم بسته شده. کمتر شدن فرصت های شغلی مشکلات زیادی را به شهروندان میان آورده؟ بیشتر مردم ما فعلا در مشکلات است، بیشتر تحصیل یافته های ما فعلا بیکار هستند، فعلا در دوائر حکومتی تا که واسطه نداشته باشی مقرر شدن تا مشکل است. این مشکلات وجود داره، زمانی که یک نظام میره به طرف نظام اقتصادی از حالت میخواد اقتصادشان توسعه و بیشتر وسعت پیدا کنه. برنامه کم است و سوال آخری هم که میخوایم از پیشتان بپرسم، راه حل چی است که بجای که بیشتر مردم افغانستان از اجناس خارجی استفاده کنن، از اجناس های تولیدات داخلی خود ما استفاده بکنن و جلو تولیدات وارد وقت که اجناس خارجی را وارد میکنن و جلو اجناس بیکیفیت خارجی گرفته شوه؟ خب در کل حکومت هم مسئولیت داره تا از قاچاق همچو کالاهای بیکیفیت جلوگیری کنه و هموطنان ما از کالای تولیدی خود ما استفاده کنه، هم دهقین ما هم تولید کننده های ما تشویق میشن و سطح اقتصاد از اونا هم بلند میشه و اونا اساسا تشویق میشن. کمپانی های بسته‌بندی که در افغانستان فعلا کار میکنن، تولیدی کار میکنن، به استاندارد میشن و میشه کالاهای افغانستان به کشور آسیایی و اروپایی را صادر کنن و دوم دیگه اتشای تجارتی که ما داریم همیشه بالاشان صدا کردیم بیشتر تلاش کنن که برای کالاهای تولیدی افغانستان مارکت های خوب در ما حیا بسازن. تشکر آقای کمال صدیقی، آگاه امور اقتصادی، از حضورتان به برنامه. سلامت باشید. اکنون هم یک میان برنامه کوتاه میگیریم، بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم. درود دوباره به این برنامه خوش آمدید. واکنش زلمه خلیزاد در برابر پیام ایدی طالبان.
خیلی زاد. میزان خشونت ها دیگر قابل قبول نیست. برای بحث بیشتر در این مورد آقای سید صفی الله هاشم عضو مجلس سنا در استودیو با ما هستند. سلام آقای هاشم، با شما خوش آمد به برنامه. در نخستم عیدتان مبارک. بسیار تشکر، همچنان برای شما مبارک باشه. سلامت باشین آقای هاشم. میشه که در نخست بگوین حالا که آقای خلیزاد در برابر پیام ایدی طالبان واکنش نشان داده و آن را رد کرده که گفته نیاز است، حالا فکر میکنید در این زمینه نیاز است که آمریکا در برابر طالبان چگونه باید یک برنامه ای را روی دست بگیرن؟ به نام خدای بزرگ، مکرران عرض ادب و احترام به شما، ممنونم، کارمندان گرامی تکنیکی شما و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز، اجازه بدین با استفاده از فرصت عید سعید فطر برای تمام شهروندان گرامی افغانستان، چی در داخل و چی در خارج از کشور، تبریک و تهنیت عرض کنم و استدعا میکنم که خداوند بزرگ طاعات و عبادات شهروندان گرامی را مورد قبولی درگاه خود قرار بدم. خب بحث روی مذاکرات صلح در افغانستان و یکی آمریکا پیشگام است و در این رابطه قدم هایی برداشته و تا حدودی که حال فعلا نمیشتریم حدود 6 جلسه اینا سپری کردن و در نشست هفتم هستن و همچنان مسائل مربوط به افغانستان چی در داخل و چی در کشورهای منطقه و در سطح جهانی هم به ارتباط یک صحبات دائمی در افغانستان که چگونه فراهم شده خیلی حوض گرفته و رسانه‌ای شده که یقینا مردم افغانستان با شنیدن از اینکه صلح نصیبشان میشه و بالاخره خیلی خوشنود هستم به خاطر از اینکه مردم مستضعف و بیچاره تا 40 سال به جنگ خانمانسوز سوخته و یاردوی همه افغان ها هستن. یکی آقای خلیلزاد چگونه صحبت ها داشتن، خب یکی از مسائلی که سیاسیون و تحلیلگران مطرح می‌سازند پشت دروازه‌ای بسته بوده و عمق قضایا برای مردم افغانستان هنوز به شفافیت گفته نشده. سوال ما اینجاست که حالا که از طالبان خواسته شده بود که باید در روزهای عید آتش بس کنند و طالبان گفتن که ما اصلا آتش بس نمی‌کنیم و در رابطه با گفته‌های طالبان همچنان آقای خلیلزاد واکنش نشان دادن، چه فکر می‌کنید آیا در این در قبال گفته‌های گروه طالبان آمریکا باید چگونه یک برنامه را روی دست بگیره تا طالبان حاضر به این شوند که گفته های آقای خلیزاد را بپذیرند و حاضر به این شوند که آتش بس بکنند؟ خب در این مورد به صورت عموم آدم ایتو نظر داده میتونه که دو جهت قضیه مطرح است. یکی ادامه بحث های سیاسی است، مذاکرات است با انواع مختلف و شیوه مختلف که میتونه که یکی از کشورها آمریکا و بالایشان فشار وارد کنن، مانند پاکستان، سعودی، بعضی کشورهای دیگه که طالبان را وادار بسازه که انعطاف پذیری نشان بدن و همچنان در داخل باید یک اجماع عمومی ملی، یک توافق نظر در رابطه به تامین صلح با طالبان لحاظ سیاسی به وجود بیاید. یکی وقتی که کسایی که نمیخواهند که دست از جنگ بکشن و به قتل مردم افغانستان میپردازن و وحشت خلق میکنن، ترور خلق میکنن و در واقع امور زندگی مردم افغانستان به بحران ناامنی میکشارن، با اونا باید که جدا برخورد مسلحانه شوه و نیروهای امنیتی باید تجهیز شوه و آمریکا قراردادی استراتژیک با افغانستان امضا کرده و قوتهای ناتو در اینجا است در عرصه‌های تجهیز، تعلیم، تربیت، پرورش، تمویل و یکی از لحاظ تکنیک معربوی کدام کمبودیا را داره، نیروهای امنیتی افغانستان باید به اونا کمک بکنن و همچنان در رابطه با اینکه طالبا باید که اینا در ابعاد مختلف کاریشان با یک تحریم باید مواجه شوند. خب این وسایل زرایی است که میتونه آمریکا از این طریق استفاده کنند تا بالاخره به اساس فشار که وارد میشه هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی طالب ها حاضر شوند تا دست از جنگ بکشند و به صدای برحق مردم افغانستان لبیک بگویند و حاضر شوند پشت میز مذاکره با مقامات افغانی. و همچنان آمریکا هم جدا تا سالهایی که ما در سنا موجود بودیم بارها و بارها نه تنها از آمریکا بلکه از کشورهای همسایه
در منطقه همچنان در سطح جهانی و در سطح آسیا، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، این کشورها که در مسائل افغانستان خود دیگر می‌دانند، باید که از بازی‌های دوگانه صرف نظر بکنند و به راستی و صداقت با مردم افغانستان برخورد داشته باشند به اساس تامین منافع مردم افغانستان. منظور شما از این بازهای دوگانه چی است و اینکه آیا فکر نمی‌کنید که آمریکا با کوتا آمدن در مذاکرات صلح افغانستان، آیا فکر نمی کنید که به طالبان جرأت بیشتر بخشیده؟ یقینا طالبا از هر جهت از لحاظ سیاسی به موقف بالاتر قرار دارن که آمریکا با اونا مراجعه میکنه، که فدراتیف روسیه اونا را دعوت میکنه، که اتحادیه اروپا نمایندهش با اونا مذاکره میکنه، یکی یک تعداد سیاسیون خودشان با ملاقات طالبان میروند. این کلگیش او عواملی هست که میتونه مشروعیت طالبان را بیشتر ارتقا ببخشه و نقش از اون را زیادتر گسترش و توسعه بده. این خودش به نوعی از انواع نوع پرستیج دادن به گروه طالب است. و اما این که اخیرا مذاکراتی که در مسکو صورت گرفته و بنبست هایی که نتایج تانوز برای مردم افغانستان ملموس نیست در مذاکرات قطر و دوها، این کلگش تشویش آور است برای مردم افغانستان. مردم چنین فکر میکنند که آمریکا یا سایر کشورها صرفا به خاطر تامین منافع خود اونا در داخل افغانستان فعالیت دارن و مذاکره دارن با جانب طالبا، ولی از اینکه تاکنون مردم افغانستان نتایج مذاکرات لمس بکنن، احساس بکنن، ما با تاسف چیزی چراغ سبزی در این زمینه نمیبینم. جنگ کماکان به شدت خود افزایش داره و همچنان شما میبینید که در این اواخر موضوع انتحاری و انفجارات و وحشت خلق کردن خود در خود پایتخت افغانستان به شدت افزایش یافته و جنگ‌های جویری هم افزایش یافته. وقتی که ما از صلح گپ میزنیم، هم آمریکا هم کشورهای منطقه و بر قدرت ها باید که وادار بسازن طالب ها را که انعطاف پذیر باشن. یکی در این ایام ماه مبارک رمضان قتل صورت گرفت، ولی پیشنهادی که مردم افغانستان داشتن به گروه طالب ها که باید در ایام عید آتش بس باشد تا مردم مستضعف و بیچاره افغانستان حداقل تای روزایی که روزای خوشی شان است، روزای پرفیض و پربرکت است، اینا با آرامش خاطر همین روزا را سپری کنن، این فداکاری را باید میکردن. ولی با تاسف چنین یک چراغ سبز از طرف ایران نشان داده نشده. دیدگاه هایی که طالبان در پیام ایدیشان مطرح کردن، آیا فکر نمی کنید که منافع در برابر گفتگوهای صلح هست؟ یقینا وقتی که من پیشتر برای شما عرض کردم که اگر صلح میگیم باید انعطاف و گذشتم در مابین باشد، چی این طرف و چی طرف و تمام جوانب زیردخ در این موضوع. و اما وقتی که از جنگ و شدت فعالیت های انتحاری و عملیات و ناامنی ها صحبت میشه، طبیعی که خودش مانع بسیار جدی را در راه تامین صلح ایجاد میکنه، عقده افزایش پیدا میکنه، مردم به خاک خون مینشینن و همون پروسه های ملی که در سطح افغانستان مطرح است او به تعویق میفته. خلاصه در هر حالتش یک بحران بسیار جدی متوجه مردم افغانستان است. بهتر بود که در این اوقاتی که بسیار متبرک هستند، موضوع از صلح می بود، موضوع از انعطاف پذیری می بود، موضوع از گذشت می بود، تا مردم مستضعف و بیچاره افغانستان حداقل امیدوار می شدن با آینده های خود و همون تشویش و نگرانی هایی که از ناحیه عدم موجودیت امنیت بود او مرفوع می شد. تشکر آقای سید صفی الله هاشم، عضو مجلس سنا، از حضورتان به برنامه. بسیار تشکر از شما. یک وقفه کوتاه می گیریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. درود دوباره، باز هم ویدومی برنامه خوش آمدید. طالبان قدرت و حاکمیت امارات میخواهند. برای بحث بیشتر در این مورد آقای سید یاسین متین، فعال سیاسی، در استودیو با ما هستند. سلام آقای یاسین، به شما خوش آمد به برنامه. در خصوصم عیدتان مبارک، انشاءالله که یک عید خوب و خوش را شروع آغازگر بوده باشین. سلام بر شما و تمام بیننده های عزیز نهایت گرامی و مردم افغانستان که چه در بیرون از کشور هستند چه در داخل کشور هستند. امیدوار هستم که روز اول عید به خوبی به خوشی سپری کرده باشند و طاعات و عبادتشان درگاه حق قبول بوده باشه و انشاءالله که هست. امیدوار هستیم که دیگر صدای فیر، صدای انتحار و انفجار در افغانستان وجود نبیاید، دیگر اصلا چنین عادثات یا رویدادار ما اصلا شاهدش نباشیم. سلامت باشین آقای متین. حالا که در پیام ایدی طالبان مشخص شده که این گروه حکومت امارات میخواهند، از نظر شما آیا چنین چیز امکان داره؟
ببینید افغانستان کشوری است که تازه نوپا دموکراسی است و این ویج امکان نداره که طالبان یعنی بتونن در این اهداف خود موفق شون چون افغانستان کشوری است که یعنی همه مردم خواستار است که دموکراسی به وجه اصلش تطبیق شو یا تمثیل شو و دموکراسی همو اصل شایسته سالاری و اصل مردم سالاری است که خواستار عزیز مردم و طالب ما نمیتونیم که اونا رو هم بگوییم که اونا یعنی قبول نمیکنن اونا هم میتونن بیاین به زیر چتر بیرق افغانستان یک جا با نظام دموکراسی افغانستان فعالیت بکنن اما متاسفانه اونا از کشورهای منطقه و جهان که اونا اکمال میشن یا تمویل میشن و نمیخوان که مو نظام دموکراسی یا مردم سالاری و جسنش در افغانستان تمثیل شوه و ای فکر نکنم طالبا در هدف خود برسن و نمیتوننم چون در افغانستان مردم افغانستان حالا نسبت به سالهای گذشته آگاه شدن و هوشیار شدن و همه میدانن که این امارات اسلامی که چند سالی که در افغانستان داشتن نتونستن یعنی افغانستان به کشور مثلا مستقل آزاد آباد و امکانات به مردم افغانستان مساعد بکنه و غیر از اینکه ظلم و ستم داشتن و غیر از اینکه مردم به زور به حتی ما خود قدر یاد ما نمیایه که به زور به نماز میوردن اگر قسم دموکراسی نظام امارات اسلامی میخواین فکر نکنم در هیچ عنوان مردم افغانستان قبول بکنه اگر طالب قبول بکنه مردم افغانستان چنین آرمان و هدف اینا رو قبول نمیکنه به خاطر اینکه اگر اصلی و دموکراسی در افغانستان تمثیل شود دموکراسی بد نیست دموکراسی خوب است ما طرفدارش هستیم در صورتی که همه مسائل مردم سالاری و مسائل همدیگر پذیری و اتحاد اتفاق مردم افغانستان در کل در وجه اصلش تطبیق شو و مردم هم سهیم باشه در نظام دموکراسی فلان هم در افغانستان مشکلات خود در حکومت ما وجود داره که نمیتونه مثلا معنی واقعی دموکراسی رو تمثیل کنه آقای متین نظامی که طالبان میخواهد از نظر شما تا چی اندازه با دیدگاه های مردم و با شرایط کنونی قرار داره ببینید ما خودمون در جامعه هستیم با مردم هستیم با مطبوعات و رسانه هر سر کار داریم دیدگاه طالبان دیدگاه کاملا مغرضانه است به دلیلی که اونا اگر دیدگاهشون مغرضانه نباشه و اونا اینه چرا هر روز مردم افغانستان به انتحار به انفجار به ماین چسبکی به انواع و انواع مختلف مردم افغانستان از بین میبره و خودشون هم میگن که ما اینه وقتی که مردم از بین میبریم یک جهاد است جهاد بر حق با وجودی که اصلا بر حق نیست جهادشون اینه یعنی مردم ملکی رو میکشه، مردم بیگناه رو میکشه، دانشجو رو میکشه، معسل میکشه، خبرنگار رو میکشه، دکتر رو میکشه، دانش آموز رو میکشه. این جهاد نمیشه که گفت، این اصلا قتل عام گفت، یعنی بگویم بعد. و این مردم اصلا باورمن به نظام امارات اسلامی نیست و نمیخواین هم بخاطر که نظام امارات اسلامی یعنی امتحان خود به افغانستان داد و مردم افغانستان از او بسیار خاطرهای تلخی دارن و اصلا یعنی با مردم که اگر بشینی بگن که امارات اسلامی میایه یعنی اونا همون خاطراتی که در دهه 70 بوده و اونا به یادشون میاد که ما رو به زور حتی به نماز خواندن بدون وضو به نماز خواندن ما رو به زور در مسجد میبرد یک این رقم نظام امارات اسلامی باشه خب ما خودم به عنوان یک مسلمان من نگاه کنم شما اشاره کردین مردم افغانستان از اماراتی طالبان خاطره های چندان خوشی ندارن پس فکر میکنید چرا طالبان دوباره چنین یک خاصی را مطرح کردن ببینید طالبان اصلا به اونا از فکر خود کار نمیگیرن و از قدرت خود به کار نمیگیرن اونا واضح است معلوم دار است که کشورهایی که اونا را حمایت میکنن کشورهایی که اونا را امکانات میته سلامته مهمات میته اونا کشورها است که به یک نوع نظام افغانستان خشدار میسازن به یک نوع مردم افغانستان به قتل میرسونن به یک نوع تخریبات جانی و مالی به مردم افغانستان وارد میکنن و این خاص خود طالبان نیست طبعا کشورهایی که اونا را حمایت میکنه اینا کارا میخوان طالب واقعی با در افغانستان ندارن ما اگر واجه اصلی طالب ما اگر تعریف بکنیم اون طلب علم است نه که اینا خود دزدی میکنن قتل میکنن مسئله پایین میکنن در دریور پایین میکنن در یعنی که صدر که شما ذکر کردین خاص حکومت امارات یا خاص طالبان نیست بلکه خاص دیگه کشور است که بس طالبان کشور آمیانشان کسای که اونها رو حمایت میکنن شما از این کشورها کدام کشور هست تا بشه خاص بسازین واضح است کشورها که اونها رو امکانات میته مثلا ایران است پاکستان است دیگه کشورها روسیه است حتی
خود آمریکا هم در حمایت طالبان دست داره. از یک طرف اگر دولت افغانستان حمایت مستقیم میکنه، غیر مستقیم طالبان حمایت میکنه و غیر مستقیم اونا را امکانات و سلاح و مهمات میده. یه من نمیگم مردم بارها به چشم دید خود دیدن که در گوشه کنار نینگرهار، در گوشه کنار کنر، در گوشه کنار جاغوری اینا تیاره های امریکایی اینا را حمایت کرده و اینا را امکانات داده. حتی وقتی که گپ به صلح بیایه، گپ به پروسه صلح باشه، طالب کیست که پروسه رو قبول نکنه؟ طالب هم اگر واقعی طالب افغان باشه، همی افغان از همی مردم افغانستان هست، همی بچه های همی افغانستان هست. حتی ما خبر دارم دیدن در چشمی خود که یک برادرش در طالب است، یک برادرش در صفوف نیروی امنیتی است. خب منافع کشورها چی هست؟ اینا کسایی هستن که این اختیار خود نیستن، از خود صلاحیت ندارن، فقط کشورهای که اونها رو سلام میده، هر کسی که یک متل است میگه، هر کسی که نون داد فرمان داد و اونها رو کسایی که اونها رو نون میده و اونها رو فرمان میده که تو کار بکن. وقتی که اونها و خواستار ازی باشن که واقعا کشورهای آمیشون بخوان که به افغانستان صلح بیایه، به افغانستان امنیت بیایه، و اینا رو طالب میتونه به دوترین فرصت بگه برادر ما دیگه تو رو حمایت نمیکنم، تو برو به دولتت، برو برو به کشورت همکار باش. این اصلا کشورهای منطقه هم نمیخوان که افغانستان به کشور مستقل آباد آزاد و اصل آرامش داشته باش. این ما شاهد هستیم از چندین سال است که ما هر روز ما مردم افغانستان خطر میشه. منافع این کشورها چی است؟ منافع این کشورها چی است؟ خطبا نگه منافع میگیرن. حالا کشور همسایه ما که پاکستان است، وقتی که افغانستان در افغانستان هرج مرج باشه، کشتار باشه، قتل باشه، اون منفعت داره، منفعت اقتصادی داره، منفعت سیاسی داره، منفعت انکشافی داره، هر دو منفعت داره. و از میگه مردم افغانستان در جان یم میندازه، مردم افغانستان به کشتارگاه روان میکنه، مردم افغانستان قتل میکنه، اونا سل میکنن، اونا سلبینی ما هستن، اونا تماشاگر ما هستن، اونا میبینن که و از هر طریق کشور اونا کشور خود جور میکنن و کشور خود آرامش میارن، زمینه کار و مردم خود مساعد میکنن، زمینه صلح به کشور خود مساعد کردن، همه افغانستان بدبخت و بدختر کردن. حالا که شما ذکر کردین حکومت امارات خاص طالبان نه بلکه خاص کشورهای منطقه است که به طالبان فشار آوردن که چنین یک خاص را داشته باشن، چه فکر میکنید؟ پس این همه نشست هایی که در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره و نشست بین الافغان اونی که همچنان در مسکو صورت گیره و نشست هایی که در عربستان صورت میگیره، در قطر صورت میگیره، پس این نشست ها به چی معناست؟ ببینید تا جایی که من معلومات دارم، دیدم و شنیدیم، این نشست ها نشست های نمایشی است. این نشست ها اگر واقعا به خاطر صلح باشه، واقعا به خاطر وجود آمدن صلح دائمی با عزت در افغانستان باشه، هیچ ضرور نیست که بین کشورهای مسکو و روسیه اینا برن. بیشنن بین خود افغانستان، بیشنن با حکومت افغانستان، بیشنن با مردم افغانستان، بیشنن با جوان ها، بیشنن با خانم های افغانستان، بیشنن با نخبگان افغانستان صحبت بکنن. این ضرور نیست. حتی حکومت افغانستان، من سخنگوش نیستم و اعلان کرد که ما برایشون در دفتر میتونم، در کابل، در هر جا کنه بخواین دفتر میتونم، اما اونا قبول نمی کنن. فقط اونا ذهن اونا رو خراب ساخته، کشورهای آمینشون که اینا فقط به کشتار قتل مردم نور لذت میبره و این باعث میشه که اونا هر روز ذلیل‌تر میشه و هر روز مردم افغانستان اینا به قتل میرسن، هر روز مردم افغانستان تباه میکنن، هر روز مردم افغانستان یعنی آواره میکنن، مردم افغانستان جوانان ما فرار میکنه. این باعث میشه که اونا کشورها بیشتر تشویق شوه و بیشتر اینا رو مهد بکنه. این خب واضح است که اونا یک تصویر برای عامیان خود میتن که گویا که ما به هر نوع امر شما آمده هستیم، به هر نوع دستور شما آمده هستیم و ما میتونیم که به قلب کابل انتحاری را انتقال بدیم، ما میتونیم انفجار بدیم، ما میتونیم سر مکاتب حمله بکنیم، ما میتونیم سر وزارتخانه حمله بکنیم. خیره و بارها دیدیم و شاهد بودیم. تشکر آقای سید یاسین متین، فعال سیاسی، از حضورتان به برنامه. برنامه آغاز روز هم در همین جا به پایان میرسه. تشکر از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید. یک بار دیگر عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیزم تبریک تهنیت عرض میدارم. امیدوار هستم که عید با خوبی خوشی سپری بکنین. تا برنامه دیگر هم وقتتان خوش، خدا نگهدار.